بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به خبرهای ورزشی در خدمت شما ایزان هستم با چند خبر از دنیای ورزش رقابت های لیگ دستی اول فوتسال در هرات اصر دیروز با هفت مسابقه دیگر پیگیری شد زیاء زیا به آژانس خبری باختر گفت در این رقابت ها تیم های عمر خیام استقامت امید جوان و آریان بر حریفانشان غلبه کردند همچنین بازی تیم های با دوستان راهیان نور با افغان و اشراق با زلفقار با تساوی به پایان رسید این دخابت ها میان 24 تیم فوتسال در هرات راه اندازی شده است هفته هفته همه رقابت فوتبال قهرمانی باشگاه اسپانیا لالیگا روز شنبه با برگزاری دو مسابقه خواست شد. در این دیدارها اتلتیکو مادرید در زمین خود با نتیجه سه بر یک از صد لوانتا گذشت و سلتاویگو هم در زمین سویا با یک گل تن به شکست داد رقابت های این هفته امشب با دیدار تیم های خطافه با رای و والنسیا با رال مادرید اسپانیول با ایبار و رال سوسیاداد با بارسلونا پیگیری می شود روز دوشنبه نیز با دیدار تیم کوردوبا و خیرانادا رقابت های هفته هفدهم لالیگا پایان مییابد رقابت های جام حذفی باشگاه فرانسه هم روز شنبه با برگزاری چند دیدار و حذف سه تیم دسته اولی لیل نیس و لوریان آغاز شد در مهمترین دیدارهای مرحله یکسی و دوم نهایی این رقابت ها لیل با نتیجه دو بر مغلوب باستیا شد والنسیا نیز با همین نتیجه از صد نیز گذشت و لوریان هم با یک گل مغلوب تیم دسته سومی آورانج شد در ادامه این دخابت ها امروز سنتاتین با نانس لانس با لیون نیم با موناکو بردو با تولوز کائن با دیژون و گرینوبیل با مارسی با هم دیدار خواهند کرد روز دوشنبه فردا هم با دیدار تیم های و پاریس سن ژرمن این مرحله پایان هم می آود. همچنین در مهمترین بازی های دور دوم جام حذفی انگلستان امشب استونویلا ویلا با بلک پول، منچستر سیتی با شفیلد یونایتد، چلسی با واتفورد و آرسنال با هال سیتی با هم دیدار خواهند کرد. مرحله دوازدهم جام جهانی اسکی نوردیک یا استقامت در اوبرست آلمان پیگیری شد در این مرحله داریا کلونی از سوئیس با کسب زمان 9 دقیقه و 54 ثانیه و 2 ثانیه عنوان نخست را کسب کرد کال هالفوارسون از سویدن با 5 ثانیه اختلاف دوم شد و پیتر نوروگ از نروژ هم در جای سوم ایستاد در ردوندی جام جهانی اسکی نوردیک پس از دوازده مرحله از 28 مرحله مارتین یانسرود سندبی از نروژ با 557 امتیاز در صدر قرار دارد و فین هاگن کروگ از نروژ با 505 امتیاز در مکان دوم جای دارد. رقابت های تنیس 250 هزار دلاری پیش فصل جام مبادله در ابوظبی امارات دیشب به پایان رسید. ابتدا در بازی ردوندی استانیسلاس واورینکا از سوئیس بخت سه قهرمانی دو بر صفر مغلوب رافائل نادال از اسپانیا بخت دو قهرمانی شد در دیدار نهایی هم اندی ماری از اسکاتلند به علت بیماری نوک جوکوویچ از سربستان عنوان قهرمانی را کسب کرد در رقابت های تنیس مبادله نوک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی با سه قهرمانی همچنان رکورددار است و رافائل نادال و اندی ماری هر یک دو بار قهرمان شدند ماری پیش از این سال 2009 قهرمانه. این ها شده بود مرحله چهارم جام جهانی لوژ سواری در کانکسی آلمان آغاز شد در ماده لوژ دو نفره تیم توبیاس آرلت و توبیاس وندل از آلمان با زمان یک دقیقه و چهل ثانیه و هشتصد و ده هزارم ثانیه عنوان اول را کسب کردند تونی آگرت و ساشا بنیکن از آلمان با یک دقیقه و چهل ثانیه و 995 هزار ثانیه در مکان دوم قرار گرفتند و پیتر پنز و جورج فیشلر از اتریش با یک دقیقه و 41 ثانیه و 34 هزار ثانیه در جای سوم میستند در رده‌بندی جام جهانی لوش سواری در بخش دو نفره پس از چهار مرحله از نه مرحله تیم تونی اگرت و ساشا بنکن از آلمان با 570 امتیاز در صدر تثبیت شدند و تیم توبیاس وندل و توبیاس آرلت از آلمان با 500 امتیاز در مکان دوم جای دارند. و رقابت های بسکتبال حرفه NBA ان بی امریکا بامداد امروز با 8 دیدار پیگیری شد. در بازی های صبح امروز لس آنجلس کلیپرز 127 بر 91 از صد فیلادلفیا 76ers گذشت. پورتلند بلیزر 107 بر 115 مغلوب اتلانتا هاکس شد. سان آنتونیو اسپرز 101 بر 92 از صد واشنگتن ویزارز گذشت. دنور ناگتس 114 بر 85 ممفیس گریزلیز را برد. مینسوتا تیمبر والفز 89 بر 101 نتیجه را بر یوتا جاز واگذار کرد هیستان راکرد 115 بر 79 از صد میامی هیت گذشت اورلاندو ماجیک 90 بر 98 نتیجه را بر شارلوت هورنتس واگذار کرد و شیکاگو بولز 109 بر 104 از صد بوستون سلتیکس گذشت در جدول کنفرانس شرق تیم آتلانتا هاکس با 24 برد و 8 باخت صدر نشین است و در کنفرانس غرب نیز گولن ست با 26 برد و 5 باخت در رده اول قرار دارد تیم فلادلفیا 76 با چهار برد و 28 باخت ضعیف این عمل کرد را تا کنون داشته است بیاندگان عزیز و محترم رسیدیم به پایان خبرهای ورزشی این بخش خبری سپاسگزاری می کنم از همراهیتان خدا یار و همه شما.